خب جلسه دوم از شرح دیوان شریف مثنوی رو انشاءالله در خدمت شما عزیزان هستیم. خداوند رو شاکرم که امروز هم نصیبتون شد تا در شما در حضور شما عزیزان باشیم و همچنین در محضر جناب مولانا با فرصتی در شرح مثنوی شریف. خب در جلسه گذشته یک توضیحات اجمالی در باب نحوه سروده شدن مثنوی و سیری که مولانا میخواد تا ما رو در این بحر ژرف معنا به پیش ببره و هدفی که در این مسیر دنبال میکنه رو خدمتتون ذکر کردیم. خدمتتون عرض کردم که مولانا مثنوی خودش رو جزیره میدونه در بحر معنا، چون شدی اطشال بحر معنوی، فرجه ای کن در جزیره مثنوی. فرجه کن چندان که اندر هر نفس، مثنوی را معنوی یابی و بس. پس جزیره مثنوی جزیره ایست محصور شده در بین عالم معنا، در بحر معنا، در دریای معنا. و اگر فردی اطشان دنیای معنویت بشه، در خودش آتشی احساس کنه برای معنا، برای معنویت، بهترین راه اینه که در جزیره مثنوی فرجه ای بیاد بشینه و از پیرامون خودش، از لحظات خودش لذت کنه. حالا چرا بحر معنویت؟ چرا مولانا اینقدر به دریا علاقه؟ دلایل متعددی وجود داره. نه تنها مولانا بلکه عرفای دیگه هم به دریا و بحر خیلی پرداختند و استقبال کردند از این معنا. چرا؟ خب شما اگر به دریا تشریف برده باشید، دریا یک محدوده بیکرانی داره که همه این محدوده قابل دید هست، وسعت بیکرانی که در افق دید همواره خودنمایی میکنه و دیده میشه. مثل پستی بلندی های زمین نیست، کوه، دریا، کوه، جنگل، درختان، اینها مانع دیده ما میشه، ما نمیتونیم دورها رو، بیکرانگی ها رو ببینیم. ولی در دریا یک سطح صاف، بیکرانگی، و این بیکرانگی در انتها متصل میشه به کجا؟ به آسمان. همین اتصال به آسمان هم تداعی معنی میکنه برای عرفا از دریا. این یکی از وجوهی هست که عرفا به دریا علاقمند هستند. وجوه دیگه‌ای هم برای این هم وجود داره. خب دریا تشکیل شده از آب دیگه، همه جا رو آب فرا گرفته، یک نواخت پخش شده در تمامی نواحی دریا. فقط ما یک ماده و یک قولی ترکیب ماده‌ای رو داریم به نام H2O یا آب که در همه جا پراکنده است، همه جوانب رو فرا گرفته. تجربه معنوی که عرفا از معنویت دارن معمولا شبیه به همین جنس از تجربه است. تجربه ای از وحدانیت، یک نواختی، کثرتی در اون وجود نداره، همه به صورت یک نواخت پخش شده و در همه جا همگون هست دریا. و موجوداتی هم که در درون دریا زیست می کنند به نوعی غوطه‌ور در درون این آب هستند. کل این آب محاط شده، این ماهیان رو در بر گرفته و همه جانبه، چه از بالا، چه از پایین، چه از جلو، چه از عقب، چپ و راست، از همه طرف اینها رو در احاطه گرفته. این هم یک مشابهتی داره از شهودهایی که عرفا در شهودات خودشون، مشاهدات خودشون در عالم معنا احساس می‌کردن. اون یگانگی که فرد رو در بر میگیره، اون مهابتی که از همه طرف احاطه داره بر فرد و اون مشاهده کننده، اون شهودگر، همچین احساس غوطه‌ور شدن در بحر یگانگی، در بحر بحر وحدت رو داره. از مشابهت‌های دیگه دریا اینه که بی‌وزن هست. موجودی که در داخل دریا هست احساس بی‌وزنی و سبکی میکنه. این احساس سبکی هم یکی از
به قولی تجربیات معنوی هستش که افرادی که در وادی عرفان، در وادی سلوک طی طریق میکنن، امکان داره با همچین حسی روبرو بشن. سبکباری، بیوزنی، غوطه‌ور شدن در فضا و عالمی دیگرگونه. مولانا در یکی از اشعارش میفرماید هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان بحر پاک کبریا. قرآن رو تفسیر میکنه، میگه که قرآن حالهای انبیا رو داره به قولی گوش زد میکنه، ولی انبیا رو چطور تفسیر میکنه؟ میگه ماهیان بحر پاک کبریا، اینها مثل ماهیانی هستند که در درون خداوند شناورند، همه چیزشان دریاست، هست و نیستشون دریاست، به غیر از دریا چیز دیگه ای ندارن. اگر دریا نباشه اینها هم وجود ندارن. یک شعر دیگری به خاطرم اومد، میگه که گرچه چون من ندارد تا به بر، لیک می نشکیبم از غرقاب بر. حتی با این که صد چون من، صد تا مولانا هم اگر باشه، اون مهابت و عظمت بحر رو نمیتونه تحمل بکنه، عظمت اون دریای معنویت رو نمیتونه تحمل بکنه، ولی با این وجود می نشکیدم از غرقاب بحر، من میخوام باز هم غرق بشم در اون دریا. این عالم معنا یک مهابت و عظمت خاصی هم داره دیگه. بعضی جلوه های خداوند جلوه های جمالی و عاشقانه است، ولی بعضی وقتها جلوه های خداوند جلوه های جلالی هست، با مهابت هست، انسان رو در بر میگیره، هیبت و عظمت اون وحدانیت در انسان تأثیر میذاره. روایت از حضرت پیغمبر که خب زمانهایی که به ایشون وحی نازل میشد، ایشون حال دیگری پیدا میکردن، حال قشقهشون دست میدار، گاهن بیحال میشدن. گفتن که حضرت بر روی شطوری سوار بوده، حالا از جنگ برمیگشتن یا چه شرایطی بوده، و به ناگاه حضرت حال دیگری به خودش بهش دست میده و خودش رو از روی شطور به زمین میدازه. مسلمان ها میان بعدن بالاخره تیمار میکنن و مواظبت میکنن و به قولی بعد اینکه حضرت به حال خودش اومد میپرسن که چرا این کارو کردی؟ چرا خودتون رو از روی مرکب به زیر انداختین؟ حضرت میگه که ترسیدم از اون مهابت وحی که در اون لحظه داشت به من نازل میشد، این شطور تلف بشه، نتونه این عظمت و هیبت وحی رو تحمل بکنه، به خاطر اینکه دلم سوخت برای این حیوان این کارو کرد. یه حالت نه اینکه مثلا وزن فیزیکی داشته باشه، ولی اون شهود معنوی یک وزن درونی داره، یک سنگینی درونی داره در فردی که اون شهود رو دریافت میکنه، نه تنها در خود اون بلکه در اطرافیان هم امکان داره تأثیر بگذاره. داستانهای مربوط به این قضیه در سلاسل مثنوی هست. میفرماید گرچه صد چون من ندارد تاب بر، لیک می نشکیبم از غرقاب بر. یک شعر دیگری به خاطرم اومد، مرحوم نیر تبریزی که صاحب دیوان آتشکده هست و شرح احوالات سید الشهدا در کربلا رو در اونجا شرح میده، دیوان بسیار بی‌نظیری است که استاد حاجی بلند همین رو تصحیح کرده و در این کتاب رو به تب رسیده، دوستان میتونن تهیه بکنن. واقعا از شعرهای بی‌نظیر و لطیف هست که در باب وقایع عاشورا سروده شده. و مرحوم نیر هم جزء کسانی هستش که مثنوی رو خیلی خونده و با مولانا خیلی آشنا هست، الفاظش نزدیک هست. در بخشی از این شعرها که مربوط به شهادت حضرت ابوالفضل هست میفرماین که داشت کرده بودم گر خود این غرقاب پایابم برد، جناب از ابوالفضل هست خطاب به امام حسین هست، گر خود این غرقاب پایابم برد، چون توی دریا به آبم برد.
میگه اگر این سیدی که داره میاد و منو غرق میکنه در این دشت کربلا و من میدونم که غرق خواهم شد، ولی چون میدونم این سید نهایتش به سمت تو هست و نهایتش به ساد هست، بگذار این غرقاب من رو ببره، چون توی دریا به الاب ببره. این هم همون مشابهت رو به این قضیه داره. مولانا در ادامه اون شعر یه جان و عقل من فدای بحر داد، خونبهای عقل و جان این بحر داد. اشکال نداره، بذارید من غرق این دریای معنا بشم، بذارید این غرقاب دریا من رو ببره و غرق بکنه. خونبهای عقل و جان این بحر باد، تا که پایم میرود رانم در، تا که پایم میرود رانم در، و چون نماند پا چو بتانم در. تا زمانی که مجال دارم، توان دارم، به پا به دست در این دریا سیر خواهم کرد، کشتی ها خواهم راند. وقتی که از توان افتادم دیگه توانی برایم نماند، اون وقتی که من تبدیل به یک مرغابی خواهم شد، مثل یک بط خواهم شد که در این دریا باز شناگری خواهم کرد. مولانا یک تمثیل هایی داره، میگه که این دنیا، قبلا هم خدمت نرس کرده بودم که این سیری که ما داریم به سمت بحر هست، همه سیرها نهایتا به سمت دریای معنویت هست، و این سیر به واسطه این مرکب تن مدتی چند انجام میشه. بعد از مدتی که این مرکب دیگه کارایی خودش رو از دست میده یا فرتوت میشه یا کار خودش رو انجام داده ما را رسون به بحر، ما پیاده خواهیم شد از این مرکب. این تن ما مثل یک مرکب هست، تا به دریا سیر از پوزیم بود. تا زمانی که به دریا میخوای برسی سوار زین اسب میشی، سیر میکنی، تا به دریا سیر اسب و زین بود، بعد از آنت مرکب چوبین بود. دیگه باید اون مرحله که رسید پیاده بشی، از این مرکب پیاده بشی و سوار یک مرکب دیگه بشی و ادامه طریق بدی. مرکب دریا یه مرکب دیگه است. خب تداعی های مختلفی ازش داره، بعضی جاها اینطور میگه، بعضی جاها میگه که من مثل بط خواهم شد، مثل مرغابی خواهم شد که در این دریا شنا خواهم کرد، یا مثل ماهی خواهم شد که در این دریا شنا خواهم کرد. من این سیل آب و چرخ چو سیل، این نان آب و چرخ چو سیل است بی وفا، من ماهیم نهنگم و عمانم آرزوست. من یک ماهی بزرگی هستم که دریاها در این سیل‌های جانی کوچک جا نمی‌گیرم، برای من دریاهای فراخ لازم هست تا در آنها شناگری بکنم. یا در جای دیگه، ما همه مرغابیانی می غلام، بحر میداند زبان ما تمام. ما مرغابیایی هستیم که دریا زبان ما رو میشناسد. این تداعی مولانا از بحر معنا و اثر خودش یعنی مثنوی هست که اون رو به مثابه واقعا یک دریای معنویت میدونه، این جزیره در درون دریای معنویت میشمارد. اما عرض کردم قسمت جلسه قبل که نوع سرایش مثنوی هم اندکی متفاوت هست با آثار دیگری که ما سراغ داریم، حتی آثار عرفانی. در آثار عرفانی دیگر شما اگر مثلا منطق الطیر عطار رو نگاه بکنیم، خب عطار اومده یک مقدماتی رو تمهید کرده، یک برنامه ریزی برای خودش داشته، شروع و پایانی در نظر گرفته و از جای شروع میکنه به حالت یک کلاس درسی. بعد از اینکه حمد و سپاس خداوند رو در دیوانش میگه، شروع میکنه به نعت پیامبر، بعد نعت خلفای اربعه و ادامه داستانها و حکایتهایی که میخواد به اونها بپردازه. اما مولانا اینجوری نیست. مولانا کاملا شناور هست در این عالمی که در خودش احساس میکنه، هر حالی که بهش دست میده، هر به قولی شرایطی که در اون احساس راحتی میکنه در اون حالت ادامه میده و معانی رو به تداعی هایی رو که بهش الهام میشه رو در قالب شعر بیرون میریزه. شاید البته من عرض کردم مولانا جلساتی داشته، خب افراد میومدن دوربرش مینشستن، صوفیانی که در خانقاه میومدن جمع میشدن
و بالاخره شورهادی بهش دست میداده، معانی رو شروع میکرده و حکایتهایی رو به اونها میگفته. یک پلنهایی هم احتمالا قبلا در نظر داشته، ولی کاملا مشخص هست از طرز گفتار ایشون که در لحظه جهت پیدا میکنه، در لحظه اوج پیدا میکنه، غیر قابل پیشبینی هست. داره یک داستانی رو تعریف میکنه، یک داستان دیگه به نظرش میرسه، یک مسئله دیگه رو میخواد مطرح بکنه، اون داستان رو اونجا رها میکنه، به داستان دیگه پرداخت میکنه، معانی عمیقی رو از اونجا سیو میکنه، برمیگرده به داستان قبلی، دوباره داستان‌هایی میگه، داستان‌های تو در تو. یعنی در تقید شرایط و اون چیزی که خودش قبلاً بشینه و برایش برنامه ریزی بکنه نیست، کاملاً تداعی بوده. و این شعرها همینجور که در مراسمات و مجالسات اینشون گفته میشد توسط یاران سخت و زرد میشد و در آخر معمولاً میآوردن خب تأییدی میکرد که بعد این اشعار درست هست، یه مهر میزد مثلا زیرش و اینها رو سخت و زرد میکردن. در این حد اینطور نبود که بشینه شعرهاش رو مثلا بازارایی بکنه، صنعت ورزی بکنه روشون، کارهای دیگه روشون انجام بده. شاعران دیگه ما مثلا حافظ، شما میبینید حافظ تقریبا به اندازه مولانا عمر کرده، اما مثلا حالا حتی اکثر بگم 400-450 تا غزل از حافظ باقی مونده. اول اینکه حافظ اشعاری رو که دوست نداشت یا اندکی ضعف در اونها احساس میکرد اینها رو از بین میبرد، نمیذاشت بمونه، شعرهای نابش رو نگه میداشت. بعد این شعرهای ناب رو چندین و چند بار ادیت میکرد، میشست بوده اینا رو نگاه میکرد، بازارایی میکرد، آرایه‌های مختلف ادبی بهش اضافه میکرد. این که مثلا بعضی دیوانهای حافظ ورژن‌های مختلف رو ما میبینیم در اشعارشون، به خاطر این هستی که خودش اصلا اینا رو عوض کرده، در جایی مثلا یک ورژنش رو خونده، ارائه کرده، بعد رفته خونه روش کار کرده، اینو بهترش کرده، دوباره آورده این رو مثلا ارائه داده، در حالی که مولانا اصلا وقتی این کار رو نداشت. مولانا عاشقانه شعر می‌گفت، اگر این کار رو نمی‌کرد نمی‌تونست 60,000 بیت شعر برای ما به میراث بگذاره. 60,000 بیت، 25,000 بیت در مثنوی و 35,000 بیت در غزلیات شمس. این حالت تداعی گونه رو خودش به ما شرح میده در جاهایی از مثنوی. میگه مثل اینکه یک چیزی در درون من ندا میده، به من میگه که شروع کن سخن بگو، شروع کن شعر بگو. این توشه های معنوی که به تو دادیم رو به قولی بذل و بخشش کن، به دیگران هم برسون. خیلی جالب هست توضیحاتی که در این زمینه میده. میگه چون که خاموش میکنم من از رشد، او به صد نوعم به گفتن میکشم. من ساکت میشم، میخوام ادامه ندم، یه چیزی او درون شروع میکنه من رو به گفتن میکشه، میگه بگو، حرف بزن، صحبت کن، این چیزهایی که گرفتی رو به دیگران هم ببخش. چون که خاموش میکنم من از رشد، او به صد نوعم به گفتن میکشد، ای تقاضاگر درون همچون جنین. چون تقاضا میکنی اتمام این، سهل گردان رهنما توفیق ده، یا تقاضا را به بر ما منه. یه چیزی مثل جنین در درون من هست، هی تقاضا میکنه، به من میگه بگو، به من میگه حرف بزن. این الهاماتی که در وجود داری میگیری اینها رو به دیگران ببخش، هی تقاضاگر درون همچون جنین. چون تقاضا میکنی اتمام این، سهل گردان، اگر حالا که خودت داری تقاضا میکنی این راه رو هم آسان کن برای من. سهل گردان ره نما توفیق ده، یا تقاضا را بهل بر ما منه، یا هم که میگه تقاضا نه، از من نخواه که ادامه بده. جای دیگه میگه چون تقاضا بر تقاضا میرسد، موج آن دریا بدین جا میرسد. از درون من یک تقاضایی برمیریزد، یه تقاضایی هم از اون بر از آدم بالا داره میرسه. اینها که به هم میرسه، این موج عالم معنا، این دریای عالم معنا به جوش میاد و اون موج میاد و اینجا سرازیر میشه.
چون تقاضا بر تقاضا میرسد، موج آن دریا بدین جا میرسد. این نحوه نگرش مولانا به بحث مثنوی هست و مثنوی رو قائم به چنین فلسفه ای تدائی گونه و الهام گونه دریافتی. جای دیگه عکس این هم اتفاق میافته. سخت خاک‌آلود می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن. در انتهای دفتر اول مثنوی میگه این خاک‌آلود داره میاد، سخنی که میخواستم بگم، این شهد و شکری که میخواستم بگم خاک‌آلود شده، یه اون جوشش رو نداره. این چشمه‌ای که در درون من هست، آبی که از این چشمه میجوشد خاک‌آلود شده. سخت خاک‌آلود میآید سخن، آب تیره گشت، آب تیره شد سر چه بند کن. تا خدایش باز صاف و خوش کند، آن که تیره کرد او صافش کند. صبر آرد آرزو را نقش تا، صبر کن الله اعلم بالصواب. چاره اش را هم خودش میدونه، میدونه میگه که باید صبر کرد، باید صبر کرد تا این چشمه زلال بشه، این معنویت دوباره به جوش بیاد، این چشمه درون من باید به جوش بیاد. و صبر میکنه به مدت 2 سال. اطلاع دارید، میدونید که بین دفتر اول و دفتر دوم، انتهای دفتر اول و شروع دفتر دوم، 2 سال تأخیر به وجود میاد و مولانا تمام این 2 سال رو صبر میکنه. حالا بعضا گفتم که مسائل دیگه ای هم اتفاق افتاده بوده. پسر حضرت مولانا علاءالدین که حالا مشربش هم زیاد با پدر یکسان نبود و یک اختلافات جزئی داشتن، وفات میکنه. مولانا حتی به سر مزار ایشون هم نمیره. خیلی غم انگیز میشه البته از این واقعه. از طرف دیگه حسام الدین چلبی که همسری داشت، همسر جوانی داشت و اون رو خیلی دوست میداشت، اون همسرش رو از دست میده. اینها یک تلاقی میخوره در این بین. و خب شارحان و اون کسانی که من قبل نویسن میگن اینها هم دخیل بوده، ولی به نوعی دیگه اون چاه و اون چشمه ضمیر مولانا در جوشش نبود، ایستاده بود. و مولانا صبر میکنه، صبر میکنه تا دوباره این جوشش به وجود بیاد. و وقتی به وجود میاد برمیگرده میگه مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. وقتی یک خانمی که به بچه شیر میده، بعد از مدتی که شیر داد، خب باید صبر بکنه، صبر بکنه تا این قدری که قدر لنفاوی که در وجودش هستش شیر رو تولید بکنن، از خون اون مواد مغذی رو جذب بکنن و تبدیل به شیر بکنن تا قابل خوردن بشه برای کودک. این عالم معنا رو همچنین تفسیر میکنه ازش، میگه این عالم معنا یواش یواش باید تبدیل به شیر بشه، قابل مصرف بشه برای شما. و بعد از اینکه این اتفاق افتاد، شما خواهید تونست از این چشمه جوشان دوباره بهره ببرید. البته این اتفاق برای عرفای دیگه افتاده، هیچ برای از پیغمبر هم افتاده. اطلاع دارید که بعضی زمانها انقطاعی در وحی به وجود می اومد، حداقل 3-4 بار گفتن که همچین انقطاعی به وجود اومده، به خصوص اون زمانی که سوره بزرها نازل شد. بعضی ها میگن 15 روز، بعضی ها میگن 3 ماه، بعضی ها گفتن سالی دریچه وحی بسته شده بوده و پیغمبر احساس میکرد که فراموش شده، یا همچین احساسی داشت، هی به آسمان نگاه میکرد، چشماش رو میگرداند، حس تنهایی داشت. تا اینکه سوره زها نازل میشه و زها و لیل ازا سجا ما ودعک ربک و ما قلا، خداوند تو رو فراموش نکرده، به تو پشت نکرده، باید صبر کنی. این اتفاق برای پیامبر هم افتاد. این اتفاقیه که خب در عالم عرفان بهش قبض و بسط میگن. گاهن احوال سالک دوچار قبض میشه، دوچار بسط میشه،
حتی در اولیاء الهی و مشایخ کرام هم اتفاق بیفته، قبض های صورت میگیره، اون عالم معنا رخ نشون نمیده، چهره در حجاب میبره و بعد از مدتی دوباره خودش رو مینماید. در مورد حضرت عیسی این اتفاق افتاده، داستانش رو داریم هست. به هر حال این مسئله در مورد مثنوی هم در جای جای مثنوی توسط مولانا اشاره شده. اجازه بدید که ما شروع بکنیم در مورد خود مثنوی و وارد متن بشیم. انشاءالله در ادامه در شرح و تفسیر این مسائل بیشتر واکاوی خواهیم کرد. این مقدمه‌ای که حالا به صورت کپی هم در اختیار شما قرار گرفته، یک مقدمه عربی هست، معنای فارسیش ترجمه شده و در پشت این صفحه چاپ شده در اختیارتون هست. این مقدمه و این دیباچه بعداً به مثنوی اضافه شده، یعنی خود مثنوی ابتداعاً همون با بشنوینده چون شکایت می کند از جدایی ها حکایت می کند شروع میشه، با این بیت شروع میشه. این متن عربی رو بعدها که این مثنوی قطورتر شد، ابیات اضافه تر شد، دفاتر کامل تر شد، خب دیدن که اینو میتونم به یک کتاب تبدیل بکنن و از مولانا تقاضا کردن که یک مقدمه عربی برای این بنویسه. حالا خودش تصمیم گرفته البته این رو عربی بنویسه و خب چون اینا زود لسانی بودن، دو زبانه بودن، از بچگی هم عربی یاد گرفتن هم فارسی، به نفع احسن عربی بلد بودن، ایشون به نهج اون کتب باستانی و قدیمی که وجود داشت همه به زبان عربی بود و زبان علمی اویا بود، این مقدمه رو به زبان عربی نوشته. ولی نکات خیلی جالبی در این بخش به قولی کتاب هست که انشالله میخونیم. اینجا بسم الله الرحمن الرحیم اومده، به نام خداوند بخشنده مهربان. در خود اشعار مولانا اصلا با بسم الله هم شروع نکرده. مولانا اصلا در قید و بند این نیست که آداب رو رعایت بکنه، در ذیل اون مناسکی باشه که همه مثلا سفارش کردن، هر حالی که داره با اون حال شروع میکنه. وقتی بشنو این نهی چون شکایت میکند رو داره میسرایت، در حال فراق هست، در حال هجران هست، از هجران صحبت میکنه. زمانهایی هم وجود داره که از وصال صحبت میکنه، از هم صحبت میکنه، نیایش های سوزناکی رو به درگاه خداوند میکنه که نظیر نداره در حال کرده. این رو بدونیم که از مولانا تابع اون حال و الهاماتی هست که دریافت میکنه. خب میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، هازا کتاب المثنوی. خب مثنوی میدونیم یکی از اوزان شعری هست. در زمان مولانا میگن که بعد از مولانا سه کلمه از معنای عام به معنای خاص گرویده و تبدیل شد. یکی چند کلمه مولانا بود، مولانا یعنی مولای ما، ولی بعد از مولانا وقتی ما میگیم مولانا همون شخص شفیع محمد ابن حسین بلخی هست که در نظر ها میاد و تبدیل به یک اسم خاص شد. کلمه دیگر تربت هست. حالا ما زیاد با این آشنا نیستیم، در بونی شما اگه تشریف ببرید وقتی بگید تربت یعنی مزار حضرت مولانا. کلمه سوم مثنوی هست، یک وزن شعری هست. خب بوستان در قالب مثنوی هست، مندقطه در قالب مثنوی هست، کتاب‌های خیلی زیادی ما داریم که در قالب مثنوی سروده شدن. ولی وقتی ما اینجا میگیم مثنوی، کتاب خاصی رو مد نظر داریم، یعنی مثنوی معنوی، یعنی مثنوی کتابی که مولانا نگاشته است. قرآن هم همینجور هست. قرآن یعنی چی؟ یعنی خواندنی، از قرعه میاد، یعنی خواندنی. شاید مولانا به این هم یک نظری داشته. مولانا در قید و بند نام و الفاظ و این ها هم زیاد نبوده، در جای جای مثنوی نمیدونیم. کتاب دیگری داره فیه مافی، اقوالی که دوره هم نشستن این ها رو جمع کردن به صورت کتابی در آوردن، گفتن چه اسمی بذاریم به این کتاب؟ گفته فیه مافی، در آن هست هر آنچه در آن هست، یک اصطلاح مجمل، ولی همین هم گرفته. و وقتی ما میگیم فیه مافی، منظور از یک کتاب در نظر میگیم.
مثنوی همچین حالتی داره. هازا کتاب المثنوی و هو اصول 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 دین، اصول 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 دین هست. چرا اینجا سه تا گفته اصول رو؟ در دین ما دو قسم اصول داریم. یکی اصول دین که خب هممون میدونیم، توحید و نبوت و معاد به گفته اهل تصنع و به گفته اهل تشیع دو اصل امامت و عدالت که به اینها اضافه میشه، پنج اصل که در این هم اصول نمیشه تمدید کرد، انسان باید خودش به اینها برسه، حالا تا حدی که توان داره. اصول دیگه ای که در دین وجود داره اصول فقه هست، شریعت ما تابع اصولی هست. مولانا اصول 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 دین این کتاب رو خطاب میکنه و بارها هم تذکر میده که اصل قضیه یه چیزی دیگه است. اصل قضیه در بطن خود سالک هست، در وجود خودتان هست. جای مثنوی به اون کسانی که اهل فلسفه هستند، اهل منطق هستند، با کابی های نفاظه های عجیب و غریب فلسفی میکنند برای اثبات خداوند، برای اثبات اصول دین و جس علامازا، به اونها میگه که به جای اینکه به این مسائل بپردازید کمی تأمل کنید در پیشتن، به درون خودتون بینگرید. اون چیزی که شما به دنبال اون هستید در درون خود شما هست. به جای اینکه برید به دور دست‌ها، در همین نزدیکی بجویید. ای آینه جمال شاهی که تویی، ای نامیه عالی الهی که تویی، از تو بیرون نیست آنچه در عالم هست، در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی، در خودت باید جستجو بکنی. در مورد یکی از داستان‌های مثنوی اونجا میگه که اون فردی که نشسته و علم منطق میخونه، نمیدونم فقه میخونه، خودشو مشغول کرده با خواندن این علوم و تدریس این مسائل، وقتی مثلا حالا میان پیشش که یه سوالی بپرسن و فلان، برآشفته میشه، منو از کارم گذاشتید و نذاشتید به کار هم برسم و این حرفا، میگه گوید از کارم برآوردن خلق، غرق بیکاری است جانش تا به حلق. فکر میکنه پس داره کار انجام میده، ولی غرق بیکاریه. در نظر مولانا اصل کار این هستش که به خودت بپردازید، به خودشناسی بپردازید. گوید از کارم برآوردن خلق، غرق بیکاری است جانش تا به حلق. آن اصول دین بدانستی ولی بنگرن در اصل خود گر هست نیک. آن اصول دین بدانستی ولی بنگرن در اصل خود گر هست نیک. به جای اون اصول دین اصل خودت رو نگاه کن، ببین اصل خودت نیک هست. از اصول اینت اصول خیش ده، که بدانی اصل خود ای مرد نه. از اون دوتا اصولی که دنبالش میگردی بهتر این هستش که اصل خودت رو واکاوی بکنی، در درون خودت بنگر. ای مرد نه، ای مرد بزرگ، اصل جمله علم ها این است، این که بدانی من کیم در مورد. هر بزار کنار، اصل علم این هست که بدونی در اون زمانی که جلسه قبل گفتم اوریان زتن شدی، اون شبد اوریان زتن، من از خیال میخرامم تا نهایات الوصال. اون زمانی که این قالب نفس و تن رو رها کردی، اوریان شدی، در اون زمان چه میدانی؟ اونجا علمت چی هست؟ چه در چنده داری؟ اصل قضیه اینجاست. بارها به این فلاسفه میتازد، خب داستانی هست در دفتر ششم، حالا اگر عمری باشه قسمت باشه، ما اینجوری که شروع کردیم عمر نو میخواد بخواییم بریم برسیم به دفتر ششم. داستانی هست در اونجا، میگه که یک فردی بود روزی بیواسطه کسب میخواست، از خدا دعا میکرد که یه روزی بهش برسه بدون اینکه تلاشی بکنه.
در خواب میبینه که باید بره در بازار بدرآباد و یه نقشه گنجی هست اون رو پیدا بکنه و از طریق اون حالا بره یه گنجی رو پیدا بکنه. میره میبینه بله در اون بازار بدرآباد همچین نقشه‌ای هست، میاره طبق اون نقشه عمل میکنه. در عالم دنیا بهش میگن که میری در طبق اون نقشه وای میستی و اون نقطه‌ای که در اون نقشه نوشته تیری رو در کمان میذاری و رها میکنی، هر جا تیر افتاد اونجا رو میکنی، گنج در اونجاست. میره طبق اون نقشه عمل میکنه، در بیرون شهر جایی رو مشخص میکنه، میره اونجا وای میسته، تیر رو با شدت هرچی تمامتر میکشه و رها میکنه، میفته اونجا رو میکنه، میبینه هیچی نیست، بار دیگر تیر دیگری میکشه، بار دیگر تیر دیگری میکشه، میره کمان قوی‌تر میاره، با اون بیشتر میندازه، میگه شاید مثلا کم انداختم این تیر. بارها و بارها بعد صدا میپیچه تو شهر، میگه یه همچه آدمی اومده اونجا، شاه میفهمه و میگه که بریم ببینیم چیه و داستانش بودانیه، ازش نقشه رو میگیره، این هم تیراندازا رو میذاره، همه تیراندازی میکنن در درون دشت، همه جا رو میکنن، به گنج نمیرسن. میارن نقشه رو میذارن روی این که برو بدبخت، تو خودت رو علاف کردی و این کار بیکار هاست، هم بیکاری برو دنبال این گنج باشه. این ناراحت میشه، دوباره به کنج دعا میره و راز و نیاز میکنه با خدای خودش که چه شد، چرا اینطور شد، چرا من اینطور سیهنون شدم. دوباره حاطف قیدی میاد در رویا و بهش میگه که ما بهت گفتیم که این کمان رو بردار، تیر رو در اون بذار، ولی نگفتیم بکش، همونجا باید رها میکردی، تو کشیدی، ما نگفتیم بکش. اونجا برمیگرده به فلاسفه میگه ای کمان و تیرها برساخته، سید نزدیک و تو دور انداخته. بابا تو با این فکرهات، با این فلسفه پردازیهات سیدی رو که در نزدیکی تو هست رها کردی و تیر رو به دور دست ها میندازی. ای کمان و تیرها برساخته، سید نزدیک و تو دور انداخته، آنچه حق است در طرب از حبل الورید، تو فکنده تیر فکرت را بعید. خداوند خودش گفته اقرب من حبل الورید هست، نزدیکتر از رگ گردن، تو این رو ول کردی، تیر فکرت رو داری میندازی به دور دست ها. جای دیگری در مثنوی هست، یک مثالی هست در دین فلسفیون که میگن ما از مدلولها به دلایل پی میبریم. وقتی میبینیم که در جایی دودی بلند شده، از اون به این نتیجه میرسیم که در اون منطقه احتمالاً آتشی وجود داره. از این استدلال‌ها استفاده میکنن، میگن خب در این دنیا این نظمی که وجود داره، این وجودی که اصلاً به وجود اومده، واجب الوجودی لازم هست و ما از اونجا استدلال میکنیم و به خداوند پی میبریم. از این نظمی که وجود داره استدلال میکنیم که ناظمی هست، پس خدایی هست که این نظم رو به وجود آورده. مولانا میگه که گر دخان او را دلیل آتش است، بی دخان ما را در این آتش خوش است. چه نیازی هست که من هنوز ببینم دودی از جایی داره بلند میشه، از اون دود استدلال کنم در جای دیگری آتشی هست و بخوام به آتش پی ببرم، چه نیازی هست؟ من در درون آتش عشق معشوق نشستم، گر دخان او را دلیل آتش است، بی دخان ما را در این آتش خوش است. این نگرش مولانا نسبت به بحث اون اصل دانسته ها، اصل به قول دین هست. هو اصول و اصول اصول دین، فی کشف اسرار وصول و یقین. این کتاب چه چیزی به ما میخواد بده؟ یکی وصول، یکی یقین. وصول چی هست؟ مولانا در جای جای مثنوی میگه که ما در هجران هستیم، ما رو از نیستانی بریدن، دوباره باید برگردیم به وصال برسیم. در اون شعر مشهوری که همه تو خوندیم که موسی و شبان، که شبان میگه خطاب به خدا راز و نیاز میکرد تو کجایی تا شبم من چاکرد، چارو و دوزم کنم شان سرد،
دستکت بوسم به مالم های کت، وقت خواب آمد به روبم جای کت. ای فدای تو همه بزهای من، ای بیادت هی هی و هی های من. همینجور داشت مناجات میکرد. موسی میاد بهش میرسه میگه ها خیره سر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی، این چه شاج است و چه کفر است و خوشا، پنده ای اندر دهان خود خوشا، گنده کفر تو جهان را گنده کرد، کفر تو دیبای دین را جنده کرد، این چه حرفایی تو داری میگی؟ گر نبندیز این سخن تو خلق را، آتشی آید بسوزد خلق را. اگه این حرفا را قطع نکنی آتش میاد، بلای آسمانی میاد به این دنیا. آتشی آید بسوزد خلق را، آتشی گر نامده زین دود. این دود چیست؟ جان سیه گشته دوام بر دود چیست؟ همینجور سرزنش میکنه. شبان برمیگرده میگه که گفت موسی دهانم دوختی، و از پشیمانی تو جانم سوختی، جامه را بدرید و آبی کرد تفت، سر نهادم در بیابان و برد. این شبان خوابی شنیده. گفت موسی دهانم دوخت، و از پشیمانی تو جانم سوختی، جان من را سوزان بگذارد. همچین که این بنده خدا میره صحنه ها رایی رو میدید، وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را ز ما کردی جدا. اولین حرفی که گفته میشه به موسی چیه؟ بنده ما را ز ما کردی جدا، تو برای وصل کردن آمدی، نه برای فصل کردن آمدی. هر کسی را سیرتی بنهادم، هر کسی را اصطلاحی دادم. کار تو چی هست؟ تو آمدی که وصل به وجود بیاری، به وصال برسونی، نه اینکه دور کنی، بنده های من رو برمانی. من گاهم میگم این بیت رو کاش بر سردر این مراکز دینی و حوزه های علمیه بنویسن که شما برای وصل کردن آمدی، نه برای فصل کردن آمدی. ناظر قلبی مگر خاشع بود، گرچه گفته لفظ ناخاضع بود. ما داریم قلب رو تماشا میکنی، این باید خاضع باشه، نه اینکه لفظ. چند از این الفاظ و عجز از مار و مجا، سوز خواهم سوز با آن سوز ساز. آتشی از عشق در جان برفروز، سر به سر فکر و عبارت را بسوز. بی نهایت زیبا هست این شعر. چیزی که مولانا در بیان هست تا به ما نشان بدهد یکی وصال هست، وصل هست، ما رو به وصال معشوق برساند. و مسئله دوم یقین. یقین چی هست؟ یقین خیلی متاع گرانبهایی هست، به خصوص در دنیای در گذشته. انسان خیلی راحت تر به یقین میرسه، دنیای یقینیات اتفاق. هر مسئله علمی که کشف میکردن یقین پیدا میکردن که اون درسته. رفته رفته دیدن که نه، اتفاقا برعکس. هر مسئله علمی که پیدا میکنن باید قطعا یقین بدانن که اون غلط هست، و روزی رد و اثبات خواهد شد و مسئله دیگری جایگزین اون خواهد شد. اصلا یکی از مسائلی که امروزه در فلسفه علم مطرح میشه، میگن که نظریه علمی محسوب میشه که قابل ابطال باشه. اگر نظریه قابلیت ابطال پذیری نداشته باشه اصلا نظریه علمی نیست. و همه چیز ما در این دنیا شده نظریات علمی. همه چیزی که ما روشون حرف میزنیم و بحث میکنیم و صحبت، همشون بحث های علمی هست و همشون ابطال پذیرن. و میدانیم که روز اینها ابطال خواهند شد و نظریه بهتری جای اینها رو خواهد گرفت. همونجوری که نظریه نیوتن رو نظریه نسبیت انیشتین رد کرد و به جاش نشست. همونطوری که حالا البته نظریه نیوتن در جای خودش کارکرد خودش رو داره، ولی در جای دیگری این نظریه انیشتین هستش که از اون خارق‌العاده‌تر هست. و بس علاوه بر همه جای اتفاق میفته. هیچ چیزی الان یقینی نیست، همه چیز مشکوکه. شما اصلا در روابط انسانی، در روابط اجتماعی، در این بمباران اطلاعاتی که در فضای مجازی می‌بینید به چه چیزی می‌تونید یقین داشته باشید؟
همه چیز مشکوک است، همه چیز آمیخته با شک است. حتی حرف راستی که دارن به شما میگن طوری میگن که شاید اونجور نباشه، جور دیگه ای در حقیقت میتونستین اونها رو بفهمید و جور دیگه ای دارن به شما اخبار. در همه چیز شک و شبهه هست. اصلا مولانا میگه که تمام مسائل عقلی آمیخته با شک و تردید هست. شما اگر میخواهید به یقین برسید راهش راه دیگری هست، راهش از راه عقل نیست، از راه دل هست. دریافت شهودی و دریافت قلبی هستش که انسان رو به یقین میرسونه، نه دریافت عقلی. و این دل پاکی رو میخواد، پاک کردن دل به قولی ابتداعاً باید پاک کردن دل صورت بگیره، و وقتی دل پاک شد اون وقتی که یقین هم مهمان این دل خواهد شد. این هم اون ودیعه‌ای هستش که مولانا به ما نوید به قول برخورداری از اون رو در این کتاب مثنوی میده. ساعتی رو باید اینجا بذارم من. خب ادامه بدیم یکم تندتر بریم جلوز سریعتر ادامه بدیم. و فقه الله الاکبر و شرع الله الازهر. فقه اکبر الهی و شرع روشن خداوندی و برهان الله الازهر و برهان مبین الهی، ظاهر الهی. مثل نورهی کمشکات فیه مصباح. خب اینها آیات قرآن هستش. مثل نورمون مانند چراغی هست. این آیات نور هستی که مثل کمشکات المشکات و فیها مصباح المصباح و فزجاجه. این آیه نور هستش که اینجا اون رو آورده. یشرق اشراق انور من الاسباح. نور اون از نور صبحگاهان بیشتر هست. کتاب مثنوی رو داره میگه. و جنان الجنان باغ باغها زوعه عیون والاغصان دارای چشمه ها و شاخه ها. منها عین تسمی ابنا هاذا السبیل سلسبیلا. چشمه ای در اون وجود داره که ابنا هاذا السبیل یعنی این سالکان این طریقت اون رو سلسبیل می نامند. شاید اون به قولی افرادی که در برابر مولانا حضور داشتن احساس میکردن که گاهی این چشمه واقعا جریان پیدا میکنه، این جریان معنویت رو در بین خودشون احساس میکردن و اسمش رو داشته بودن سلسبی و همدیگه شاید اشارهی میکردن که بله سلسبی به جوشش در آمد. مولانا جای جای دیوان شمس هم داره. آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن. آب عشق رو در رگ ما روانه کن. این جریان معنویت رو اینها احساس می‌کردن. و عند اصحاب المقامات و الکرامات خیر مقاما و احسن مقیلا. خب این معنی ها هستش، من سریع‌تر میرم جلو. در بین اصحاب مقامات و کرامات بهترین مقام و بهترین جایگاه. الابرار فیها یأکلون و یشربون. نیکوکاران در آن می‌خورند و می‌آشامند. و الاحرار منه یفرحون و یطربون. آزادگان در آن فرحناک میشند و به طرب برمیخیزند. و هو کنیل مصر شراب للصابرین. مانند نیل مصر هست که نوشیدنی برای صبرکنندگان هست. از معجزات حضرت موسی هست که نیل تبدیل به جوی خون شده بود و اون سبتی ها وقتی از این میخوردن آب تبدیل میشد، ولی کافران و قبطی ها و اهل آل فرعون وقتی میخواستن بخورن خون بود و نمیتونستن بخورن. و حسرت علا آل فرعون و کافرین. برای صابران شراب طهور هست و برای کافران و اهل فرعون آل فرعون حسرتی هست. این دوگانگی رو هم در اینجا ایجاد میکنه. کما قال تعالی یزل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا. این توصیف قرآن هست که قرآن میفرماید خیلی ها از این قرآن هدایت میشوند و خیلی ها از آن گمراه میشوند. با اینکه کتاب هدایت هست ولی بستگی به طبع اون نفر مقابل هم داره، برای بستگی به اون ذات وجودی اون هم داره، بستگی به این داره که چطور داره با این رو در رو میشه با این من.
قرآن هم همینجور هست، مثنوی هم همینجور هست. بعضی ها با اون هدایت میشن، بعضی ها با اون گمراه میشن. و انهو شفاء صدور و جلاء احزان، همانا شفاء سینه ها و پاک کننده حوزه هاست. و کشاف القرآن، کشف کننده قرآن. و سعت الارضا، و گسترده کننده روزی ها. و تطیب الاخلاق، و پاک کننده اخلاق. به ایدی سفرت کرام برره، به دست فرشتگان بزرگ و نیکوکار. اینها همه آیات قرآن هستش. یمنعون به ان لا یمسه الا المطهرون، تنزیل من رب العالمین. مانع میشند از این که کسانی که مطهر نیستن حتی به اون دست بزنن، اون رو مس بکنن. الا المطهرون، این هم از توصیفاتی هست که قرآن به خودش نسبت میده و مولانا داره به کتاب خودش نسبت میده. لا یعطیه الباطل من بین یدیه و ما ولا من خلفه، باطل نه از پشت و نه از جلو به اون راهی نداره، نمیتونه بهش برسه. و الله یرسده و یرقبه و یرقبه و هو خیر حافظ و هو ارحم الراحمین، خداوند اون رو تحت جسد خودش نگه میداره، مراقب اون هست. و هو خیر حافظ و هو ارحم الراحمین، بهترین محافظان هست و ارحم الراحمین هست. این نسبت هایی که مولانا به کتاب خودش میده در حقیقت همون مشابهت سازی با وحیانی بودن و مقدس بودن این کتاب رو نشون میده. من جلسه پیشم گفتم که حتی بعضی ها میگفتن که این پسر مولانا ظاهرا اومده بود میگفت که پدر، مردم میگن که مثنوی قرآن به زبان فارسی هست. قرآن به زبان فارسی یعنی کتاب وحیانی به زبان فارسی. ما بهشون گفتیم نگیم قرآن به زبان فارسی، بگیم شرح و تفسیر قرآن به فارسی. مولانا برام شفته میشه میگه چرا نباشد، بعد هم میگه ای خر چرا نباشد، بذارید بگم. این واقعا یک کتاب وحیانی هست، این واقعا یک کتابی هست که الهامی بوده، وحی شده دل من. این طور خودش رو، کتاب خودش رو، اثر خودش رو نزدیک میدونسته به قرآن. حتی در دفتر سوم هست به نظرم که حالا جریانی داره، یکی از اون شاگردان صدرالدین بونوی که شارح کتاب‌های ابن عربی هست. خب ابن عربی از بزرگان عرفان نظری هست، عرفان نظری خودشون مدیون ابن عربی بود. متونی که ایشون نوشته واقعا قابض و پیچیده است. بعضاً از من میپرسن و من که سواد زیادی ندارم بخوام نظر تخصصی در موردش بدم، ولی من میگم که واقعا خوب نیست که انسان‌های عادی بشینن مثلا آثار ابن عربی رو بخونن. این به درد کسایی میخوره که خیلی تو مسیر طریقت و سلوک و این راه ژرف طی طریق کردن، مطالعات زیادی داشتن، خودشون رو پختن در این راه، بعد بیان بشینن کتاب‌های ابن عربی. به درد شیوخ می‌خوره، به درد بزرگان عرفان می‌خوره، نه به درد عموم مردم. و پیچیده هم هست. اگر هم الان به دردشون بخوره من نمی‌دونم، یعنی شاید بعضی وقتا هم پیچیده و غامض باشه. به هر حال این مشرق این دوتا با هم دیگه زیاد نمی‌خوند. مثلا دردید بونوی هم در اون دوران که شارح آثار ابن عربی بود در همون قونیه زندگی می‌کرد. یکی از شاگردان اون بزرگوار برگشته بود مثلا به مثنوی یک اهانتی کرده بود، این میاد میرسه به گوش مولانا. مولانا در حین یک داستانی که داره تعریف میکنه ناگهان برآشفته میشه، بعد داستان رو قطع میکنه، داستان مسجد مهمانکش داستان رو قطع میکنه و میگه که بالاخره من شنیدم که همچین اتفاقی افتاده، پیش از آن که این قصه تا مخلص رسد بیروگندی آمد از اهل حسد. من نمی رنجم از این لیکن لگد خاطر صاحب دلی را پی کند. می ترسن من که نمی رنجم، ولی می ترسن این آدم های صاحب دلی که اینجا هستن اینها برنجن، اینها فکر کنن بس چی گفته، چی بوده قضیه. حالا اون فرد برگشته گفته که مثنوی یک کتاب ساده‌ایه، مثنوی یک کتابی که داستان و
به قول دو سه تا حکایت توش نوشتن. چی داره مگه داخلش؟ مگه در مورد مسائل عمیق فلسفی و منطقی و عرفانی چیزی توش نوشته؟ نه، دو تا مثال و دو تا روایت و دو تا حکایت نوشته توش که مولانا برآشفته میشه. چی میگه؟ میگه خربتی ناگه از خربتی ناگاه از خرخانه. خیلی درشت هم حرف میزنه. یک خربتی از خرخانه سر برون آورد چون تقانی، که این سخن پست است یعنی مثنوی، قصه پیغمبر است و پیروی، نیست ذکر بحث و اسرار بلند، که دوانند اولیا آنسون سمند، از مقامات تبتل تا فنا، پای پای تا ملاقات خدا. مولانا میگه چون کتاب الله بیامد هم بران، اینچنین طعنه زدند آن کافران. کتاب قرآن هم وقتی اومد کافران بهش طعنه میزدند که داخلش همین مثالهای ساده هست، داستانهای ساده هست که قبلا هم در افواه مردم بود. اینچنین آسان یکی سوره بگو، که اون زمان پیغمبر اینها رو دعوت به مجادله کرد که بیا اگر بلدید شما هم یک آیه مثل این بیارید. مولانا هم به اینها میگه، میگه اگه میتونید شما هم مثل این ابیاتی رو بسرایید. این چنین آسان یکی سوره بگو، جنتان و انستان و اهل کار، و یکی آیت از این آسان بیان. این نحوه برخورد مولانا با کتاب خودش هست. اینطور خودش رو و کتاب خودش رو نزدیک میدونه به یک کتاب وحیانی و کتاب مقدس. و له الالقاب الاخر لقبه الله تعالی و اختصر ناهازل قلیله و قلیله یدل علا کسیر و جرعتون تدل علا قدیر و حفنتون تدل علا البدیل کبیر. من اینها رو معنی نمی کنم، انشاءالله خودتون اینها رو می کنید امروز، انشاءالله اگه بتونید تموم بکنید. یقول عبد الضعیف المحتاج الى رحمت الله تعالی، می گوید عبد ضعیف خداوند یعنی محمد ابن محمد ابن حسین بلخی که نام کامل مولانا هست، تقبل الله منه اجتهد فی تدبیر مثنوی، تلاش کرد در تدبیر و منظوم کردن مثنوی، مشتمل علی غرائب و نوادر، که مشتمل هست بر غرایب عجایب و نوادر و غرر مقالات و درر دلالات و طریقت الزهاد و حقیقت العباد، قصیرت المبانی، مبانی کم، کثیرت المعانی، معانی بسیار زیاد در آن هست، لاستدعاء سیدی و سندی و معتمدی. چرا این کتاب رو من نگاشتم؟ به خاطر اینکه استدعا کرد از من سیدی، آقای من، سندی و معتمدی و مکان روح من جسدی، مثل روحی هست در جسد من، و ذخیرت یومی و قدی، ذخیره امروز و فردای من، و هو الشیخ و قدوت العارفین، امام الهدا، سرمشق عارفان و امام راه یافتگان، و الیقین، امام الهدا و الیقین، مغیث الورا، سرپناه امت، امین القلوب و النها، امین قلب ها و عقل ها، ودیعت الله بین خلیقته. ببینید چه اوصافی نام میبره برای کی؟ برای حسام الدین چلبی، که ایشون استدعا کرد از من که این اشعار رو بسرایم، این مثنوی رو بسرایم. ودیعت الله بین خلیقته و صفته فی بریته و وصایاه للنبیه و خبایاه عند صفیه، مفتاح الخزائن العرش، کلید خزائن عرش، امین الکنوز الفرش، امین گنج های زمین، ابو الفضائل حسام الحق و الدین، حسام الدین چلبی. خب مولانا در جای جای مثنوی خیلی به حسام الدین چلبی احترام میذاره. مثنوی را که تو مبدع بوده ای، گر شود افزون تو اش افزونده ای، چون چنین خواهی خدا خواهد چنین، چون چنین خواهی خدا خواهد چنین، میدهد حق آرزوی محتر. خواسته تو خواسته خداست. وقتی تو اینجور داشت میداره
اسمش حسن ابن محمد ابن حسن هست، ابن اخی. این اخیان کسانی بودن که جوان مرد بودن، سعی میکردن مثل این کارتون رابین هود که دیدین از اون پولدارها پولها رو میگرفتن و به فقرا میدادن، اینها هم همینطور بودن تقریبا، سعی میکردن که توازن اقتصادی به وجود بیارن، اون اختلاف طبقاتی رو از بین ببرن و به فکر تغییران و ضعفا در جامعه بودن. داستانش طولانی هست. ایشون هم از اخیان بود ابتداعاً و بعد با مولانا آشنا شد. و ترک ابویزید الوقت، حالا میگه بهمون که کجایی هست، ابویزید الوقت، بایزید وقت هسته شد، جنید زمان، اینها رو میشناسید دیگه، جنید و ابویزید بزرگان عرفان هستن. صدیق ابن صدیق ابن صدیق، خب نسبش هم ظاهرم به ابوبکر صدیق میرسید، بالاخره در اهل تسنن نسبی که به ابوبکر صدیق برسه خیلی قابل توجه هستش، علاوه بر اینکه خب نسبی که به حضرت فاطمه و حضرت علی میرسه هم بسیار محترم و جزء به قول سادات شمرده میشه، ولی نسب صدیق هم معتبر هست. البته این را هم بگم که نسب امام صادق علیه السلام هم به ابوبکر صدیق میرسه، یعنی مادر امام صادق علیه السلام نبی نبی ابوبکر هستش و از این جهت به قولی ارتباط حتی با تشیع هم ایجاد میشه. و انهم صدیق ابن صدیق صدیق رضی الله عنه و انهم ارموی الارض، پس نسبش به شهر رومیه میرسه جناب حسام الدین چلبی. منتسب الى شیخ المکرم به ما قالت امسیت کردیم و اصبحت عربیم. خب این شیخی بوده که میره یه جایی میده، علمای بزرگی نشستن به زبان عربی با هم مباحثه میکنن، این که شما چطور این زبان عربی رو یاد گرفتیم؟ کرد در زمان گذشته کسی میگفتن که صحرانشین بود و بادیه نشین بود. اینها هم میبینن این آدم ساده دلی هست، میگن که حوض آب که در این مدرسه هست میبینی، در سرمای زمستان ما رفتیم در داخل این شنا کردیم و عربی یاد گرفتیم. این باور میکنه و شب تو اون سرما میره داخل اون حوض و واقعا هم عربی یاد میگیره، یعنی شب کرد میخوابه و صبح وقتی بیدار میشه میبینه که عربی رو میتونه خیلی خوب صحبت بکنه. ظاهرا این نسب رو میدادن که این جناب چلبی هم از نوادگان اون فرد بوده. قدس الله روحه و ارواح اخلافه فنعم السلف و نعم الخلف له نسب القت الشمس علیه رداها و حسب ارخت النجوم لدیه ازواها لم یزل فنائهم قبلت الاقبالی توجه الیه و بنو الولاد و کعبت الامال یطوف بها وفود الافاد و لازا کذالک ما طلع نجم و زرد شارق لیکون مبتسمن لعن البصائر الربانیین الروحانیین السمانیین العرشیین النوریین السکوت النزار الغیب حزار الملوک تحت اطوار اشرف القبائل اصحاب الفضائل و انوار الدلائل آمین یا رب العالمین. این رو خودتون حالا معنیش رو میخونید. و هذا دعاء لا يرد فإنه دعاء لأصناف بریت شامل. این دعایی هست که رد نخواهد شد. چرا؟ چون که دعایی در حق همه هست، در حق همه امت هست. این هم ما خوبه که یاد بگیریم که وقتی میخواییم دعا بخواییم بکنیم و از خدا چیزی بخواییم، برای دیگران بخواییم، برای همه بخواییم، این نوع دعاها رد نمیشن، معمولا مورد قبول قرار و الحمد لله وحده و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و حجرته و حسبنا الله و نعم الوکیل. اینجا یه نکته ای هستش در مورد محمد آله و حجرته. این حجرت، کلمه حجرت خب مختص شیعیان هست. معمولا اهل تسنن وقتی صلوات میفرستن میگن صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه، اگر شنیده باشه، و صحابه پیغمبر رو ذکر می کنند. در تشیع خب اعتقاد این است که بعضی از صحابه پیغمبر اون راهی رو که باید میپیمودن نپیمودن و انحراف پیدا کردن و بنابراین اونها رو معصوم نمی دونن، اونها رو به اون حدی که باید پاک بدونن نمی دونن.
و این اختلاف هست در شیعیان وقتی صلوات میفرستند اطرت رو ذکر میکنند به نام اون آیه مشهور که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که اهل بیت پیامبر تطهیر شدند و پاک هستند از هر گونه آلودگی و اون معصومیت و عصمتی که وجود داره در تشیع از این آیه استنباط میشه. ولی خب در میگم اهل تسنن اینجوری نیست. شما میبینید که مولانا بر وفق اون تشیع این رو ذکر کرده، نه به خاطر اینکه ما بخوایم مثلا مولانا رو بخوایم این که آقا شیعه بود و فلان، هرچند به وضوح و آشکار ما میبینیم که چقدر علاقه و ارادت داشته به اهل بیت. همین شعر کجاییده شهیدان خدایی بلا جویان دشت کربلایی که اون زمان بنده اون جلسه اول دلوقت کردم خدمتتون، همین نشان دهنده عشق و علاقه این مرد به حضرت ابوعبدالله سیده داشته هست. یا در مورد امیرالمومنین چه اشعار زیبا و دلنگیزی سروده. این که ما بیاییم ایشون رو در یک محدوده کوچیکی جا بدیم هم بله ایشون مثلا شیعه بود نمیدن تبدیم که مولانا و امثال اینجور افراد اینقدر سختشون بالاست که در این دستبندی ها جا نمیگیرن. ما بیاییم اینها رو دستبندی کنیم، در این حوزه بچینیم، در اون حوزه بچینیم. اینها خودشون دستبندی هست، اینها خودشون سرمنشه هست، خودشون یه امتی هستن. ما نمیتونیم این رو زید امت دیگه قرار بدیم، به خصوص این تعاریفی که حالا امروز ما مثلا خرد میکنیم مسائل شیعه و سنی رو در مسائل بسیار ریز و به قولی مسائلی که شاید اصلا بهشون نباید پرداخت. به هر حال نمیخوام اینجور برخورد کنم، ولی واقعیت این هستش که مولانا یه جورایی تمایلی داشته به اهل بیت، یه تمایلی به این سمت داشته. حالا دلایلش چی بوده؟ آیا واقعاً روزی معنویش رو از این مسیر میگرفته یا نه؟ که به دلیل من معتقدم بله این گونه بوده و اشعار مربوط رو هم برای خواهم کن. و یا اینکه به خاطر اینکه پیرو شمس تبریزی بوده و به گفتاری بالاخره شمس تبریزی شیعه بود و پیرو اهل بیت بود، ایشون هم پیروی از شیخ خودش انجام میداد، شاید هم به این دلیل بوده باشه. ولی اون دلیل اول رو من بیشتر میپسندم که این اشعار سوزناکی که نسبت به امیرالمومنین به خصوص در مستری و جای جای غزلیات شمس ما میبینیم واقعا دلنگیز و واقعا زیباست. این اشعار دفتر اول مستری رو میخونم و با این اشعار صحبتهای خودم رو به پایان میرسونم که میفرماید: ای علی که جمله عقل دیده ای، شمه ای واگو از آنچه دیده ای، تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد، باز بودانم که این اسرار بوست، زن که بی شمشیر کشتن کار بوست، راز بکشا ای علی مرتضا، ای پس از سوء القضا حسن القضا، یا تو واگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم من آنچه بر من تافته است، از تو بر من تافت چون داری نهان، می فشانی نور چون مه بی زبان، چون تو بابی آن مدینه علم را، چون شعاعی آفتاب حلم را، باز باشی باب رحمت تا ابد، باز باشی باب بر جویای باب، تا رسد از تو قشور اندر لباب، باز باشی باب رحمت تا ابد، بارگاه مولاه کفر احد. این تقدیر و بزرگداشتی هستش که مولانا از امیرالمومنین انجام میده در مثنوی، و واقعا اشعاری هستش که شاید مثل مانندش در جای دیگه نیومده. انشاءالله قسمت بشه که در آینده بتونیم این اشعار رو هم شرح تفسیر بکنیم و در خدمت تیم از این بحر معنوی بیشتر استفاده کنیم. بنده در اینجا به قولی دیگه خاتمه کلام میدم، امیدوارم که جلسه بعد فرصتی بشه تا در حضور شما عزیزان اشعار دیباچه مثنوی دفتر اول رو شروع بکنیم و در این بحر معنوی شریف شناگری ها انجام بدیم. ممنون و متشکرم.